اطلاعیه 1461 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان، شادی و آرامش، سهم گمشده کودکان ایران. در این روزهای پایانی سال شمسی، همه نهادهای بزرگ و کوچک، شناخته شده یا گمنام، در حال رایزنی برای دریافت بودجه بیشتری می باشند. اما در این شرایط فراموش کرده اند که وارثان اصلی این سرزمین میلیون ها کودکی هستند که نه ردیف بودجه‌ای به نامشان هست و نه حامی قدرتمندی دارند که برایشان رایزنی کند و سهم کودکان را از لابی های قدرتمند بگیرد. در حالی که چشمان معصوم کودکان، مخصوصاً کودکان کار که شرایط زندگی، آرزو و خنده‌های کودکانه‌شان را به سرقت برده است، کودکانی اینچنینی نه می‌دانند لابیگری چیست، نه می‌دانند که ملاحظات بودجه‌ای چه معنایی دارد و نه نامی از صدها مؤسسه ریز و درشتی شنیده‌اند. سهم کودکان کار کجاست؟ در ایران نیز تعداد کودکان کار به دلایل گوناگون رو به افزایش است، اما آمار دقیقی در مورد کودکان کار وجود ندارد. بیش از 20,000 نفر کودک کار در تهران تایید شده است، اما به دلیل اینکه اغلب کودکان کار هیچ گونه ثبت هویتی ندارند، آمار دقیقی در این زمینه نمیتوان ارائه کرد. آیا مسئولین با خود فکر کردند که 10 سال آینده وقتی چنین کودکانی که نه تفریحی و نه امنیت روانی و نه کودکی کرده اند، نه هوای پاکی داشتند و حتی آرامش و شادی ندارند، چگونه قرار است آینده این جامعه را ساخته و مدیریت کنند؟ سید سعید زمانیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفته بود 95% بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و امور جاری می شود. پس سهم آموزش و پرورش و حتی خلق شادی، نشاط و آرامش برای کودکانی که باید انسانهای خوب و سالمی باشند کجاست؟ چه تعداد اردوگاه تفریحی آموزشی در سالهای اخیر ساخته شده است؟ مگر نه اینکه چنین مکانهایی شرط لازم برای آموزش مهارت‌ها و مفاهیمی پایه است؟ سهم بودجه مبارزه با معضل کودکان چاق و کم تحرک کجاست؟ دولت جمهوری اسلامی ایران سالیانه میلیاردها تومان هزینه نهادها و تبلیغات مذهبی، سازمان بسیج، حوزه‌های علمیه، بنیاد فرهنگی قاسم سلیمانی، ستاد مرکزی راهیان نور، آستان قدس امام خمینی، ستاد امر به معروف و چندین نهاد دیگر که نه تنها هیچ خاصیت و منفعتی برای رشد و ترقی کودکان و جامعه ندارند، بلکه جهت ترویج خشونت، خرافات و عقب ماندگی و ایجاد تنش در منطقه خاورمیانه اینگونه سرمایه‌های کشور ایران را از بین می‌برند. کودکان ما از روی ناامیدی و سرخوردگی، فقر، محرومیت‌ها و کمبودها و عدم داشتن امید به آینده به دنبال اعتیاد و یا دست به خودکشی می‌زنند. امروزه بسیاری از کودکان در سراسر ایران به خاطر بد یا بی سرپرستی، آوارگی های ناشی از بی تدبیری و بی تفاوتی مسئولین دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به جامعه، آلوده به انواع بیماری های خطرناک، اعتیاد، ترک تحصیل و فقر یا در شرایط دشواری به سر می برند یا در چنگال افراد پلید درگیر انواع سوء استفاده ها قرار می گیرند، مانند توزیع مواد مخدر، خودفروشی و کار اجباری. رسانه های دولتی ایران از ترک تحصیل 1,000,000 دانش آموز در سال 1400 خبر دادند. با چنین رویکردها کودکان در کجای جامعه فردا قرار خواهند گرفت؟
وقتی این کودکان از رفتارهای ناهنجار، حتی محرومیت از مهر پدر و مادر و شرایط سخت روزگار امروز رنج ببرند و متأثر شوند، فردای اینها و فردای زندگی اجتماعی مردم چه خواهد شد؟ شرایط کودکان به شدت تهدید کننده و قابل نگرانی هست. ما اعضای کمیته کودک و نوجوان اعلام می‌داریم با استناد به اصل 3 بند 3 و اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آموزش و پرورش اجباری و رایگان برای کودکان، اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 1 همه آزاد و برابر به دنیا آمده اند، ماده 25 حق خوراک و مسکن و مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه، ماده 26 حق تحصیل رایگان برای همه، ماده 28 حق دنیای زیبا و آزاد برای همه. هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین‌المللی حقوق و آزادی‌هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده تأمین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد، تا کودکان و نوجوانان کشورمان با امید به زندگی سالم و شاداب، پیریزی آینده‌ای بهتر را برای کشور در پی گیرند. دولت جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس تعهدات و محتوای پیمان نامه و کنوانسیون حقوق کودک اقدامات زیر را به طور جدی انجام دهد. هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد. زمانی که در رابطه با کودکان تصمیم گیری می شود، باید منافع عالیه آنان در رأس قرار گیرد. کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند. کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط می شود باید مورد توجه قرار گیرد. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.